همینو میخواییم فقط. بابا میبینید آماده شد. حالا میارم از نمای نزدیکم ببینید. دودو ببین، شعلرم از زیر قشنگ میزن. حالا اینجا نگاه کن، کبابا رو ببین روسوز نشده. کبابا نگاه کن، نرمه نرمه، خمیر بازیه، میبینی؟ به این میگن کباب پز. بس دیگه نگران پختن نباشید. شعلرم از اول تا یه رازی رو بهتون یاد بدم. همه گله میکنن کباب پز ایرانی ما نداریم، ما چیکار کنیم؟ کباب پز ایرانی کشف کردم، ولی بریم قبلش یه توضیحاتی بهتون بدم، بعد بهتون میگم چیکار کنید که یه کباب پز ایرانی با هیچی درست بکنید. بیاید پشت کلمه نه یه کچله. حله این که اینا رو میذارن روی گاز کباب پز ایرانی، تور آهنی میذارن، حرارت رو دو برابر میکنه، بعضی از شعله های اضافی رو هم میگیره، از روسوس شدن کباب هم جلوگیری میکنه. اینو بذارم کنار. کباب پز ایرانی سیستمش اینه، نگاه کنید، یه شعله از زیر میاد با این برخورد میکنه، داغ میشه و بعد اینکه داغ شد حرارت از کناره ها میاد. حالا فاصله اینو میسنجیم ببینیم چقدره این فاصله. این قانونا باید انقدر باشه، یعنی حتی از یه بند انگشت هم کمتره. بس حرارت از زیر، فاصله یک بند انگشت کمتر، هر چیزی شما درست بکنید به این شکل عیناً این عمل میکنه. حالا بریم آزمایشی رو که من کردم و اختراعی رو که کردم بهتون نشون بدم. سنگ فرز داریم، البته سنگ برش باشه. خب حالا این ورقه‌ام اگه تو استرالیا هستید، من از بانیس خریدمش. ببینید این ورقه رو، حالا میخوایم اونو شبیه سازیش بکنیم. هر کدومش چقدر بود؟ سه انگشت، درسته؟ این سه انگشت با فاصله سه انگشت، سه انگشت، سه انگشت، این ورقه رو شروع میکنیم برش زدن. اما درز مابین اینا چقدر بود؟ از یه بند انگشت کوچیک هم کمتر بود. حالا نیاز دارم برشایی بزنم و بعد اینم گشادش بکنم یه مقدار. یعنی الان گشادش میکنم و بهتون نشون میدم. قبل کات کردم، اینم گذاشتم کنار زاپاس، اگه یه وقت رفتیم جایی جنگلی با خودمون ببریم. اینو قبل کات کردم، این یه گاز معمولیه، میبینید؟ اینو میذاریم روش، دقیقا سایز اینم هست. حالا به اینا میگن زیر سری، نیاز داریم حالا هر چی شما پیدا کردید آهن بذارید تا سطحش بیاد بالاتر. حالا روشنش میکنم و مرحله بعد بهتون نشون میدم. این قوطی کافی نبود، دو تا زیر سری براش گذاشتم. فاصله مونم تقریبا با این ساعت باید بیشتر باشه. حالا سیخای کباب دقیقاً باید اندازه این باشه، روی حرارت بخوره که یه کار قشنگ در بیاد. الان سیخای کبابم میارم براتون کباب پز ایرانی درست میکنم. بره بریم. تمرکز شعله رو میذاریمش روی این دوتا، میبینیم میاد روی این دوتاییه. بینم روشنش کنم، فشار قویه ها، پدر مادر دار. اینو که اصلا نمیخوایم، اولی و دومی وسطی هم روشن شد. همینو میخوایم فقط. تمام. بله این چی شد؟ حرارت هم در میاد دیرون از دوشه و حرف نداره خدا وکیلی. دریق هم کباب پختن برای آزمایش احترام. حالا آقا من خواهش میکنم اینو جایی ثبتش نکنید، اختراع خودم بوده، آیدیا خودم بوده. خواهش میکنم از کمپانی بزرگ یا فردا آهن نفروشی تو مغازتون بنداز میشه کباب پز. شوخی میکنم. حالا بریم سراغ سیخ گرفتن. میبینید داره دود میکنه. شعله رو اولش بالا میگیریم تا قشنگ دود بکنه، هرچی روغن موغن روشه بسوزه و آماده بشه. داغه، خیلی داغه، دستت میسوزه. این ببینیم بالا کباب کوبیده رو آبدار آبدار برمیداریم، تره تر باشه. زعفرون ناب صلی الله هم بهش اضافه میکنیم. اینم از زعفرون، یه مقدار زعفرون رو بیشتر اضافه کردم تا بذارید اینو بذارم اینجا. اوکی. حالا یه چنگ میزنیم تا همین آب زعفرون هم کمک میکنه که این آبدارتر باشه. بریم بیرون تا اون جادویی رو که بهتون قول دادم و بگم. البته برای این کباب، برای کباب زعفرونی، برای هر یک کیلو مخلوط گوساله و گوسفند
350 گرم توفاله پیاز آب گرفته شده میزنید، برای هر کیلو 13 گرم نمک میزنید، 2 گرم فلفل سیاه و تقریبا 1 گرم هم اگه بچه کوچیک دارید که فلفل زیاد نمیخوره میتونید فلفل قرمز بزنید. بریم با هم دیگه بیرون اینو درستش کنیم. کبابمون اونقدر تره، من خودم وحشت از ریختنش دارم، اما به خاطر اینکه این سبک گازو داریم درست میکنیم نیاز داریم که یه کباب واقعا آبدار داشته باشیم. الان اینم آبدار میشه با این آبه که اینجاست. به به به. خب این گلا رو خیلی عمیق بندازید که یه حرارت خورد این بپزه. این از این. حالا بیام ببینیم روی گازمون از هم میتونی اینجا رو بگیری ببینم چطور شد. یه ذره انوک باید زده شه. این الان عالیه، این اندازه عالیه. ببینید ابتدا و انتها. حالا کبابا رو بزنم و بهتون دونه دونه نشون بدم. آنی رفتش زوایای مختلف. کبابا عینن منقل تون تون برش میگردین میبینید تا وقتی که اشک کباب در بیاد. حرارت اولیه رو هم حرارت زیاد نذارید، چون من تجربه شو دارم هم آدنا کباب رو این پختم الان من دوست دارم به یه نردون بذارم خیلی عقد گم ندادم. بیا آه تموش that's it done. چقدر بابرکت شد فیلم آزمایشی رفت توزه. بذار دوتا دیگه سیخ بگرم، دوتا سیخ دیگه داریم بزنم اونا رو هم و کار تموم کنیم. آسمون آبی رو ببین، محله رو ببین، باغچه رو ببین، زندگی چقدر زیباست اینجا رو ببینید. حالا بعضی ها میگن امو جواد نووی اینو نگاه کنید و نووه یا بگید. کباب رو ببین چه رنگی کرده، بافت پخت رو ببینید، دستگاه تابشی هم نمیتونه اینجوری بپزه. اشک کباب شروع به در اومدن کرد میبینید، ولی عینن کبابپز معمولی تون تون برش کرده. حال میکنید امون جواد و کباب رو دیدید، رخ کباب رو میبینید. برید برای بچه محلاتون تعریف بکنید. لاکردار مغزمون برای چیز خوب کار نکرد که باید الان مثلا من برق اختراع میکردم میشد جوادسون به جایی که کباب اختراع کنیم. اینجا رو ببین تو رو خدا نگاه کن، از نمای مختلف براتون میگیرم. رخ کباب رو ببین کلاق اومد میبینین. حالا بذارید بپزه، تازه اشکش داره در میاد، داره دود میکنه. الان زغالی تحویلتون میدم. قسمت آخر شعله رو زیاد میکنی، شروع به باد زدن میکنی مثل کبابزن معمولی. باد بزنم ببین اصل ایرونیه ها، جنگلی میخن. کبابا رو ببینید، ببین چی پخته. فقط میبینی یه دست خوشگل شیک، رسوزم نکرده. به این میگن کباب پختن. عینن فری میمونه که فر گازی میمونه که تازه نو خریدی، همه چیز رو یه دست میپزه. حالا من رعایت نکردم همه رو با هم بذارم، چون دونه دونه هی کباب زدم هی اینا رو گذاشتم. ولی یه چیز بهتون میگم، همه تو استرالیا آقا جوادی کباب تو از کجا خریدی؟ بچه های امریکا آقا جوادی کباب. آقا جون خودت درست کن، مغز باید کار بکنه. ما آدمایی هستیم میتونیم فضا رو هم بهش دست پیدا کنیم، اصلا میتونیم بریم تو فضا برای خودمون خونه زندگی درست کنیم، جوج بزنیم، کباب بزنیم. الان مردم میگن چی کشف کرده؟ آقا این کشف بزرگه برای کسایی که خارج از کشور. ببین چه دودی میگنانی. به به بیوتیفول. دو تا برای همسایه‌مون هم ببره این کبابا. وای وای به 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 به. ببین شد شد، ای خدا به آرزومون رسیدیم بالاخره. کبابو میبینید آماده شد. حالا میارم از نمای نزدیکم ببینید دودو، ببین شعله رو از زیر قشنگ میزنه. حالا اینجا نگاه کن کبابا رو ببین، روسوز نشده. کبابا نگاه کن نرم نرم خمیر بازیه میبینی. به این میگن کباب پز. بس دیگه نگران پختن نباشید، شعلرم از اول زیاد نکنی. بابا اینجوری آجوری بعد کباب پزت خدا باشه آجوری بتونه رنگ کبابو در بیاره. خب حالا من یه سیخشم امتحان کنم براتون، بریم عکسامونو بگیریم. آقا جان این سیخ کباب درسته؟ آنی میتونی جیگرم بیا اینجا. اینجا رو ببین، کباب کوبیده رو ببین، عینن پنیر چقدر قشنگ پخت. حالا میخوای ببینی آب داره، نگاه کن اینجا رو ببین دیگه، این آبدارتر میخوای. حالا یه تیکم بخور بذار دهنه دانیم ببینم. وای وای نمونه کار من یه دیدی خوشبختی شده.
وای 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 وای. خب این هم بگی به بچه ها خدافظی کنیم. آقا دمتون گرم، یادتون نره این منقلا درست کنید دیگه، پول به نامرد جماعت ندید. خدایا رو نگهدارتون، فیلم ها رو اشتراک گذاری کنید، ما رو دوست داشته باشید. یه چیزی هم میگم شاید ناراحت بشید، اینستامو تیم سایبری زده رفته، اگه من بچه ها نمیتونید منو پیدا کنید، حالا باشون تلفنی صحبت کردیم، شاید برگرده پیجم، شاید برنگشته، ولی برنگشتم صفحه وجود خودت و بچه یوتیوب حال میکنیم، یه دونه دیگه درست میکنیم. هر جای دنیا هستید خدا یارو نگهدارتون.